الاطفال. این تعمیر که از در اساس بزرگترین و بلندترین تعمیر افغانستان است. بدون شک. باید باشه. و در نقشه و در اساس که ما گذاشتیم این تعمیر 27 منزل است. ماشاءالله خوب یک ساختمان هست که متقابل به اندازه بلند. زمینش تقریبا در حدود 8 جریب زمین است. و بودجهش در حدود 2 میلیارد افغانی است. یعنی واقعا زمینه مساعد است به خاطر سرمایه گذاری. بیخی 100% زمینه مساعد. بیاین از تجارا خواهش میکنیم که بیاین با پاکستان. خاصا تجارانم که در پاکستان رفتن واقعا کشور پاکستان آباد. سرمایه گذارای ما که در کشور خود سرمایه گذاری کند. الحمدلله اینجا امنیت تامین است، صلح و ثبات است. عرض ادب خدمت تک تک شما بیننده‌های عزیز، امید که همگیتان جور صحت سلامت باشید. دوستان عزیز، امروز یک خوشخبری براتون دارم در رابطه با بزرگترین پروژه ملی در افغانستان. دوباره کارش از سر شروع میشه. پروژه‌ای که مربوط به تاور افغان ملی بانک بود، امروز رسما کارش دوباره از سر آغاز میشه. تقریبا پروژه‌ای که 5 سال ادامه داشت. 3 منزل اولش منزل بیشتر تجارتی است، 10 منزل بالایش که است منزل‌های رهایشی است که نزدیک گفته میشه که 201 باب منزل از یک است، 3 اتاق است، 70 بابش است، 2 اتاق است و همچنان 80 بابش است، 4 اتاق است که دارای یک تمام سهولت‌های یک زندگی مجهز در اینجا ترتیب تنظیم شده که گفته میشه بزرگترین پروژه ملی در سطح افغانستان امی پروژه است. بدون شک که سر از امروز توسط شرکت انکشاف ملی امروز رسما دوباره کار شروع میشه که در کنار ما جناب استاد میرویس ارغندیوال هستند. در رابطه با شروع پروژه امروزشان صحبت میکنیم، کسی که رئیس تصدی ملی خانه‌سازی هم هستند. امروزشان صحبت میکنیم. بسیار تشکر جناب رئیس که فرصت گذاشتی. در اینجا از اینجا شروع میکنیم که تطبیق پروژه و همچنان شروع شدن فعالیت دوباره است چقدر میتونه در رشد اقتصاد کشور و همچنان در بهبود اوضاع افغانستان مسمر تمام شود. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از شما. اول شما قسمی که میبینین یک پروژه است که واقعا یک پروژه با حجم بسیار کلان است. وقتی که ما در اینجا کار داشتیم به شکل نرمال در حدود 500 نفر روزانه حداقلش در اینجا کار میکردیم. بنابراین اگر ما 500 نفر را فامیلا را 7 نفری حساب بکنیم در حدود 3500 نفر مستقیما از این پروژه مستفید میشن و ما امیدوار هستیم که کارهای باقی مانده از این شاید افراد بیشتری را نیاز داشته باشند، به خاطر از اینکه همزمان در تمام منازل از این کار شروع میشه و امیدوار هستیم که روی بحران اقتصادی یک تعدادی از مردم ما انشالله بسیار زیاد تاثیرات مثبت خواهد داشت. جناب استاد، به طور مستقیم و غیر مستقیم گفتیم که نزدیک به 3500 نفر در اینجا صاحب کار میشن. اگر در رابطه با بودجه ازی بگوین و همچنان در رابطه با اینمی سطح خود از زمین بگوین که چند جریب زمین در بر میگیره و ماشاءالله خوب یک ساختمان هست که متقابل به اندازه بلند. زمینش تقریبا در حدود 8 جریب زمین است و بودجهش در حدود 2 میلیارد افغانی است. 2 میلیارد. از بودجه داخلی افغانستان تامین میشه. بله، از بودجه خود بانک ملی است. بانک ملی افغانستان. باز زمانی که ساخت سازش تکمیل میشه، اما امتیازش به بانک ملی است دیگه. زمین هم جایداد خود بانک است و خود همی جایداد هم با همی ملکیت هم مربوط بانک میشه. اونا باز به انواع مختلف میتونن به فروش برسانن. در رابطه با منزل و یاش بگین که چند منزل آباد میشه و همچنین چقدر اتاق خانه میشه؟ 13 منزل است در حدود تقریبا 435 باب آپارتمان داره. متباقی 3 منزلش دو کاکین است، ساعت تجارتی است. ماشاءالله خداوند موفق بسازد چون در بهبود افغانستان یک نقش عمده داره بدون شک. خداوند شما را خیر. سلامت باش جناب رئیس، بخیر باش. شکر زنده باش. در کنار ما یک انجینر صاحب هستن، ما امروز صبح. سلام علیکم انجینر صاحب. سلام بخیر هستین. چه حال داری؟ صحتان خوب است؟ میشه کوتاه خود معرفی کنید جناب انجینر صاحب؟ من دز احمد جمال هستم، مدیر بخش مهندسی شرکت انکشاف ملی. بسیار تشکر که فرصت گذاشتی جناب انجینر صاحب. در رابطه با ساختمان ما بر ما اگر کم معلومات بدین که چقدر واقعا کارش مونده و از دید ساخت و ساز شما اگر ارزیابی داشته باشین که با کدام معیارها ترتیب شده؟ دقیقاً این پروژه بسیار زمان بسیار وقت این پروژه جور شده بود، تقریبا سال 89 بود تاریخ سال 89 و به بعد تقریبا 10 سال یا 15 سال میشه که این عدالت بسیار خراب بود. چون طرح ابتدایی زیر یک خارجی انجام داده بود که مطابق با معیارهای فرهنگی ما نبود. بله. یعنی احجاب نمیکرد که معیارهای فرهنگی افغانستان دمی مرفوع شد. فرد سال زیادترش دو اتاقه بود، ولی گپ اساسی بود که ما مردم افغان خود ما توانستیم که طراحی زیره به شکل هنری و فرهنگی که فرهنگ افغانستان ایجاد میکرد که با دو اتاقه خو بر تمام آپارتمان افراد افغان خوش دارن که اتاقهایشان نه دو اتاقه باشه، یعنی تعداد اتاقه آپارتمانشان زیاد باشه، دالیز بسیار بزرگ داشته باشه، از نورم ها و میارا برخوردار باشه. که امور ما در نظر گرفتیم، توانستیم که یک فضای آرامش برای مردم محل خود آماده بشه. دیزاینش بیشتر دیگه توسط انجینران افغانستان. بله دقیقاً طرح دیزاین شما انجام دادید. دوستای عزیز در کنار ما شاکر جلالی رئیس بانک ملی افغانستان هستند، همراهشان صحبت میکنیم در رابطه با این پروژه واقعا بزرگ در افغانستان که کارش سر از نو باز دوباره شروع شد. جناب رئیس بسیار تشکر که فرصت گذاشتید. در رابطه با شروع کار بگوین، واقعا این پروژه بزرگی که شما امروز شروع میکنید پس دوباره کارش از سر از نو و تا کدام مهلت را شما تعیین کردین که بخیر کارش تمام میشه؟ بخیر و سلامت باشین. تشکر. بسیار خوش آمدین به برنامه امروزی ما. تخمین بانک ملی با تفاهم با شرکت انکشاف ملی افغان، ما از 18 الی 24 ما وقت داریم که انشالله پروژه تکمیل شود هر چیز زودتر. جناب رئیس، بسیاری از وطنداران ما گلایه زمین داره که پروژه بسیار زیاد دوام کرد. این تقریبا گفتم میشه نزدیک به 10 سال دوام کرد. 13 سال نه 13 سال. بسیاری از وطنداران ما یک قسم ناامید شدن در حالی که یکی از پروژه ملی واقعا بزرگی است. شما گفتین ان شاء الله که در ضرب 2 سال ان شاء الله تمام میشه. اصلا یک وضاحت میخوام به شما بدم. بله. این تعمیر که است در اساس بزرگترین و بلندترین تعمیر افغانستان است. بدون شک. باید باشه. بله. و در نقشه و در اساس که ما گذاشتیم این تعمیر 27 منزل است. بله. و اساس از این شروع شده به سال 1389. بله. اما شما طبعا جغرافیای بلد هستی، ایس منطقه دیمزنگ و ما در کنار دریای کابل هستیم. بله. وقتی که ما کندانکاری شروع کردیم، کار شروع کردیم که پایین از این نقطه بسیار زیاد او داشت. بله بله. دیگه این مسائلی بود که دیگه کم کارا به تعویق افتاد. بعدا مشکل حقوقی بود با شرکتی که این ساختمان پیش می برد. بله. و نتوانست که به وقت و زمانش تکمیل بکنه. ما منصرف شدیم، او را کنسل کردیم، مسائل حقوقی شد. همین مسائل حقوقی، همین توقف ما را به تقریبا پروژه را معطل ساخت. حال امید ما است که ان شاء الله کارا هر چیز زودتر بخیر. در رابطه با بودجهش بگوین. بودجه میگن گفته میشه که بیشتر کارش از طرف بانک ملی است. بیشتر نه، مکمل، یعنی مالک 100% از این پروژه بانک ملی افغان است. و تا امروزی روزی که ما برش کدام تخمین باقی داریم تقریبا 40-45% کار ازش تکمیل شده و با باقی 55% کار بودجه که ما برش مختص کردیم در حدود 1.5 میلیارد افغانی است. ماشاءالله. با تطبیق پروژه چقدر از وطن‌داران ما صاحب کار خواهد شوند؟ ببینید این پروژه است این میگه در انگلیسی کامپلکس پروژه نه یا میگا پروژه. این پروژه از یک نفر از کارگر شروع تا انجینر، تا تجار، تا خدمات، تا برشنات، یعنی این پروژه است چند بودی به همه مردم خیرش میرسه. کمترین فایدهش که از نمای شهر است. یک سهم است که ما میگیریم در نمای شهر کابل، در منطقه زیبا، در منطقه دارالمان یک منطقی زیبا شود. یعنی این به هر افغان یک خیر و خدا میرسانه ان شاء الله. جناب رئیس شما گفتین پیشتر 27 منزل جور میشه؟ در اساس 27 منزل است اما فعلا 13 برنامه 13 است. بله امیدوار هستم که به خیر با خوبی تطبیق شود با پلانی که شما دارین و در شکوفایی کشور ما همچنان در رونق کشیدن شهر ما یک نقش عمده داره بدون شک. سلامتی از شما دوستان. سلامت باشید. خیر باشید. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شو داري مولوي سيف؟ شكرا الحمد لله. شو ميشا كوتا خدا معرفي كن جناب مولوي سيف. اسمي ما مولوي أمين الله بختيارس. اینجا وظیفه داریم در کماندانی امنیه کابل. جناب مولوی سیف امروز یک پروژه فوق العاده بزرگ و پروژه ملی در افغانستان افتتاح شد و کارش سر از دوباره شروع شد، یعنی نه سر از نو شروع شده. واقعا تطبیق چنین پروژه چقدر میتونه در رشد افغانستان؟ واقعا هر کدام کشوری که پیشرفت میکند خودکفا میشود، با این خاطر که او در اون کشور پروژه ها شروع میشد. الحمدلله پروژه های اکنونی که امروز شروع شد و پروژه های دیگری که در افغانستان شروع شده است توسط امارت اسلامی، این پروژه ها میتواند کشور ما را خودکفا بسازد و پیشرفت کند. از دید امنیتی شما گفتیم که ما مسئول یک بخش امنیتی هستیم، واقعا امنیت تطبیق شده، چی گفتنی داری به صفت یک مسئول امنیتی بر تجاران ملی ما که سرمایه خود باید سرمایه گذاری کنند یا نه؟ به تمام تجارهای که در داخل افغانستان است یا که اونا سرمایه گذاری کرده باشد از خارج افغانستان، فعلا بسیار زمینه مساعد است برای همه تجارها و برای همه سرمایه گذارای ما که در کشور خود سرمایه گذاری کند. الحمدلله اینجا امنیت تامین است، صلح و ثبات است و اگر اینها همکاری کند با امارت اسلامی افغانستان انشاءالله کشور ما و شما پیش میره. بسیار تشکر. سلامت باشید. ممنون. سلامت باشید. ما جناب رئیس ارکان کندک هستن، امروزشان صحبت میکنیم البته از پارلمان دیگه. بله جناب مولوی بسیار تشکر که فرصت گذاشتید امروز آمدین به یک پروژه واقعا بزرگ در افغانستان. چی احساس دارین؟ الحمدلله امروز بسیار احساس خوشی داریم که یک پروژه ملی است. بله مثل دیگه که پیشم شروع شده کانال کشتپا و دیگه سالنگا، یعنی یک پروژه ملی است. بسیار خوشی احساس خوشی میکنیم. الحمدلله امید داریم که آینده دیگه اینمی تو پروژه ملی شروع شود. جناب مولوی صاحب گفتم میشه از صفر الا تا این سرادک رسیده تمام شد بودجه افغانستان و همچنان تجاران افغانستان و خاصتا بانک ملی افغانستان سرمایه گذاری کرده. بانک ملی واقعا خوشحال کننده است، مسرور کننده است تک بدون شک. شما وقتی که اینجا اشتراک کردین میبینین که یکی از پروژه های بزرگ است واقعا در کابل. با تطبیق از این پروژه چقدر میتونه که وطنداران مصاحب کار شد به نظر شما؟ انشالله امید است چقدر که ضرورت باشه و سری کار میشه که او بهتر معلومات به وزیر صاحبا است و کسانی است که نمی پروژه را تطبیق میکنه کدام تکدار که صورت گرفته به او بیشتر معلوم است که چه وطندارای ما سر کار میشه. از دید امنیت چقدر شما میتونین به اصطلاح دل مردم جمع بسازین و خاصتا تجاران ما را که یک داد برشان بتین که بیاین سرمایه گذاری کنند در داخل افغانستان؟ 100% اطمینان میتیم ان شاء الله از طریق امنیت افغانستان. ان شاء الله کلی دنیا میبینه تجار صاحبای ما کلگی میبینه که در طول 40 سال ای که امنیت نامده بود فعلا الحمدلله 100% امنیت است و امنیت اینمی مانه اینمی ایرم ما گرفتیم از طریق کندک پارلمان یک ټولای بر اشتراک کردیم اینمی جا از تک امنیت زیر گرفته او اینمل فعلا یو مراسم هم که است کلگی پرسنل ما که موظف است از ټولای چی است از کندک پارلمان است پرسنل. یعنی واقعا زمینه مساعد است به خاطر سرمایه گذاری. 100% زمینه مساعد. بیاین از تجارا خواهش میکنیم که بیاین به افغانستان، خاصتا تجاران که در پاکستان رفتن واقعا کشور پاکستان آباد ساختن، 20 میلیون ها دلار از افغانستان بیرون ساختن با واشی پیام دارین؟ با کلگی تجاری که در هر کشور باشه، در پاکستان باشه، در ایران باشه، در ترکیه باشه، کلگی تجاری افغان خواهش میکنیم که بیاین در وطن خود سرمایه گذاری کنن. این کشوری که 40 سال در جنگ و در بامنی و در چیزا که بود انمیل کشور خود آباد کنه، با وطندارای ما کار پیدا کنه، بسیار ما خوش میشم. اطمینان از طریق امنیت برش میدیم که انشالله بیخی 100% بیخی مطمئن باشه از امنیتش. انشالله کلانای ما کلگی متحد است با امنیتش، با کارایش انشالله که بیخی آسان پیش برده میشه و در هر اداره که میباشه کار تجاری انشالله پیش برده میشه. و اطمینان میتیم بازم از امنیت که بیاین در کشور خود سرمایه گذاری کنن و کار زمینه مساعد کنن با وطندارای ما که بسیار جاور دیده در 40 سال. بسیار مظلوم بگوین که چقدر رهبری امارت اسلامی افغانستان واقعا مطمئن است و همچنان داد میته برای مسئولین تجارای ما، خاصتا تجاران ملی افغانستان که بیان به داخل افغانستان و چی برنامه ها داره برشان؟ اگر برموید 100% اطمینان میته برشه که بیاین سرمایه گذاری کنیم. ما دید روز به وزارت تجارت یک مثال میتیم، برای رفته بودیم که یک مدیر صاحب شدیم صحبت کردیم که چطور از تجارت وزارت تجارت رفتیم، گفت الحمدلله بسیار بیشتر از پیش که در انمیال تجارت بیخی زیاد است، مردم هم بسیار کوشش میکنه که کارخانه خود انتقال کنه. و یک گوتندار خود ما دیدیم گفتیم چی میکنه دی وزارت، گفت یک کارخانه در پاکستان داریم عالی اسناد تای کردیم مراحل کردیم انتقال میدیم به افغانستان. یعنی جای خوشی است الحمدلله. یک اعلامیه دادند امشب در خبرام گفتن که بیشتر گفته میشه که نزدیک به 50000 افغانی از اکانت بانکی خود زیاد کس کشیده نمیتونه. وقتی که این رقم باشه چگونه تجاران ما سرمایه خود به داخل افغانستان؟ یک قضیه کلان است، باید کتی کلانه شریک شوه و از طریق دیپلماسی این مشکل باید حل شوه که تجارای ما بتونه بیای به افغانستان و ایجا سرمایه گذاری کنه. بسیار تشکر جناب، سلامت باشید. در کنار ما آمر عمومی پروژه بزرگ بانک ملی افغانستان است، همراهشان صحبت میکنیم در رابطه با طرح دیزاینشان. سلام علیکم انجینر صاحب، بسیار زیاد تشکر که فرصت گذاشتین. از اینجا شروع میکنیم در رابطه با طرح دیزاین از این پروژه که بر ما بگوین که توسط انجینران داخل شده یا توسط انجینران خارج شده. تشکر، بخیر، سلامت باشین. البته طرح دیزاین ازیل شما شاید در جریان هستین که ابتدای کار از توسط شرکت عزیزی صورت گرفته بود، بعدا قراردادی که با بانک ملی داشتن بعد از متعدد مراحل و دیگر مواردش پروژه کارهای باقی ماندهش که یک چیز کار شده بود مکمل محول شده به شرکت انکشاف ملی. یعنی طرح دیزاین فقط در قسمت داخلی یعنی تقسیم فضاها شرکت انکشاف ملی کرده و تطبیق کارهای باقی مانده به دوش شرکت انکشاف ملی است. امروز رسما دیگه کارش از سر گرفته میشه و چی مدت شاید تکمیل شوی پروژه؟ دقیقاً امروز ما الحمدلله شاهد افتتاح دوباره یا مجدد از پروژه بودیم. ان شاء الله ما متعهد هستیم که در ظرف 2.5 سال یعنی تا ختم ثور 1405 ان شاء الله پروژه را تکمیل بکنیم. اما نهایت کوشش خودم میکنیم از اون میاد زودتر پروژه را تکمیل بکنیم و به بهره برداری بسپاریم. به نظر شما این پروژه یا با معیارهای افغانستان عیار شده یا خیر؟ دقیقاً از نگاه استحکامیت، از نگاه استراکچر دقیقاً که مطابق با معیارات در نظر گرفته شده، مطابق از نگاه تقسیمات فضایی فضای داخل آپارتمان ها دقیقاً مطابق به هر طبقه فامیلایی که در افغانستان حضور دارند در نظر گرفته شده، مانند 2 اتاقه، 3 اتاقه، 4 اتاقه و 5 اتاقه، حدود 430 باب آپارتمان داره و همچنین منازل 3 منزل پایینش بخش تجارتی است و 10 منزل بالایش رهایشی است. جناب رئیس پیشتر، البته انجینر صاحب پیشتر، رئیس بانک ملی افغانستان گفت که این پروژه در اوایل که ما شروع کردیم کارش در پایان از آب بود. آیا این پروژه با این بلندی که داره این آب در آینده برش کدام مشکل ساز نمیشه؟ از نگاه تکنیکی اگر کمک تکنیکی تر بحث بکنیم، چون پروژه شما میبینید که در نزدیک دریا قرار دارد. دقیقاً در نخست وقتی که کندنکاری تعداد صورت گرفته بود آب آمده بود، اما راههای بدیلش داره در هر جایی که دری پروژه همچنان همون بحث دیواترینگ ما برش میگیم در نظر گرفته شده و بر علاوه از تعدادهای میخی یا پایل فاندیشن دیوی تعداد برای از این تعمیر در نظر گرفته شده که ان شاء الله هیچ کدام مشکل نداره. تعمیر از نگاه استراکچری یعنی کدام مشکل خاصی را خود نداره، فقط یک شایعاتی است که پخش شده. چند فیصد کار از ساختمان مانده بنده شما؟ مطابق قراردادی که ما با بانک ملی داریم تا حال حدود 27 فیصد کار از پروژه به پیش رفته. ان شاء الله بخیر کوشش میکنیم کار باقیمانده شما پیش بره. این مکمل 13 منزل خود تکمیل است، فقط از نگاه استراکچری تکمیل است، فقط بحث داخل فینیشینگ مانده. بخیر باشه، بسیار تشکر، سلامت باشه. بخیر باشه. شو تقاضا لرم چې دغه پروژه یو ستره یو ملي او د ټولو افغانانو ده، نسبت افغان ملي بانک ته کیږي، خو د ټولو افغانانو لپاره ده. 14 منزله ده الحمدلله، 3 منزله لاندې څنګه چې رئیس د خانه سازي معلومات تاسو سره شریک کړل. صدرې منزله باغ تجارتي وي، په دې کې به دکانونه وي، په بیسمنټ کې به پارکینګ وي د موټرو، او لاس منزله باغه رهایشي وي. نو د ډیرو افغانانو دې ته یو امید و، کله کله به زمونږ داسې تېرېدونو خفه به سولو چې یاره دومره اوچته ماڼۍ او دومره مصارف سوي دي، ولې د دې چارې په مخ باندې نه ځي. خو الحمدلله چې نن د مونږ او تاسو د مشرانو، خاص کر د امیر المؤمنین صاحب، د رئیس الوزرا، د نورو وزیرانو، د هغوی همیشه تفو تلاش دا ده چې دغسې یو ملي کارونه وکړو. اوس الحمدلله دا کار شروع شو، نو موږ به شکر وباسو. عزتمندو نو غواړم چې خبرې زیاتې کړم. الحمدلله په دې پروژه باندې ټول افغانان خوشحاله دي، ټولو ته مبارکي وایي، موافق او خوشحاله اوسېږئ. دوی عزیز، قسمی که ساختمان شما می‌بینید در تصویر، این ساختمان است که نزدیک به 13 سال عمر داره و 13 سال میشه کارش تکمیل نشده بود و فعلا بانک ملی افغانستان از بودجه 100% خود که گفته میشه نزدیک به 1.5 میلیارد افغانی بودجه را تمویل کردن و همچنان تخصیص کرده به این ساختمانی که گفته میشه نزدیک به 13 منزل بلند میشه و در 13 منزل 10 منزلش که است یک منزلای رهایشی است و 3 منزلش منزلای تجارتی است که نزدیک به 2 سال وقت خواستن که شرکت انکشاف ملی افغانستان 2 سال وقت خواسته که در سال 1405 ماه دوم، یعنی در تاریخ 30 ثور انشالله که این پروژه ملی را به بهره برداری میسپارن و همچنان در نتیجه این کاری که مثلا در 3 سال یا 2 سال که میکنن، بالاخره نتیجه کارشان به بانک ملی افغانستان تسلیم میشه و همچنان کارکرد که بدون شک این پروژه که تطبیق شود گفته میشه به طور مستقیم و غیر مستقیم نزدیک به 5000 از هموطنان ما صاحب کار میشن. امیدوار هستم که پروژه کارشان شروع شود و در عین حال مردم افغانستان و هم تجارای ملی چنین پروژه را در داخل افغانستان شروع کنند تا باشه که هموطنان عزیز ما صاحب کار شوند و یک لقمه روزی حلال بر خانه و خانواده خود به دست بیاره. دوستان عزیز، بود گزارش امروزی که امیدوار است که مورد توجه شما از آن قرار گرفته باشه. تا گزارش‌های بعدی که بنده غلام صادق فقیری با جمع از همکاران ما در خدمت شما از آن قرار می‌گیریم. شما را به خداوند لایزال امانت می‌گذاریم. وقت خوش، ایام بر کامتان، خداحافظ.